دانش آموزای عزیز گزینه‌گویی که البته اطلاع رسانی کرده بود که جلسه ای که امروز در ارتباط با سلسله جلسه هایی که بهتون وعده داده بودیم و قول داده بودیم که گام به گام و همراه با شما انشالله تا پایان سال تحصیلی 1400-1401 در خدمتتون باشیم، جلسه امروز ویژه اولیای محترم است و این اطمینان رو بهتون میدم که در دقایقی که ما از طریق این قام‌های شیشه‌ای مزاحم منازل شما هستیم و وقتتون رو داریم می‌گیریم، مطمئناً مطالبی امروز انشاءالله توسط جناب آقای دکتر خراط‌ها به شما انتقال داده خواهد شد که بعد از اینکه این زمان سپری شد و جلسه ما به طور رسمی تمام شد، مطمئناً شما به عنوان اولیای محترم مطالب جدیدی رو در جلسه امروز فرا خواهید گرفت انشاءالله و به لطف خداوند متعال. من قبل از اینکه دعوت کنم از جناب آقای دکتر خراط‌ها که در خدمتشون باشیم و مطالب رو انشاءالله از زبان گویا و حافظ ایشون بشنویم، خواستم به اطلاع رو شما اولیای عزیز برسونم که ما این سلسله برنامه‌های چون چنین خیلی از اولیاها برای اولین بار هست که به جمع ملحق شدن و تازه به سیستم گزینه دو پیوستن در سیستم مؤسسه راه گویا داوطلبانی که در آزمون‌های آزمایشی گزینه دو ثبت نام کردن شرایطی رو براشون فراهم کرده که به طور خاص و ویژه برنامه‌ای رو تحت عنوان برنامه سلسله همایش‌های راه گویا براتون برنامه‌ریزی کردیم که در خدمت فرزندان شما باشیم و در خلال همین برنامه ها و همایش ها انشاءالله بتونیم جلسات رو هم خاص شما اولیای محترم باشیم و بتونیم مطالبی رو که طبق تجربیات سالهای گذشته و طبق مطالب علمی که توسط اساتیدی که ازشون دعوت کردیم انشاءالله به شما انتقال بدیم. از همون سلسله همایش هایی که از مهر ماه بخش دومش آغاز شده، چون بخش اولش از تیر ماه تا شهریور همین سال 1400 بود، امروز سومین جلسه ای هست که در خدمت شما بزرگواران هستیم تحت عنوان همایش ویژه‌ای اولیا و باز هم در خدمت استاد ارزشمندمون جناب آقای دکتر خراط‌ها که مطمئنم امروز جلسه بسیار خوبی رو با ایشون خواهیم داشت. جناب آقای دکتر خراط‌ها سلام، وقت شما بخیر و خدا قوت. هستیم در خدمتتون قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرتعالی جناب آقای امیری و همه عزیزان و گرامیانی که توفیق داریم در جلسه امروز در خدمتشون هستیم. خیلی ارادت داریم بابا، خوشحالیم که مجدد شما رو زیارت میکنیم، هرچند که این توفیق نفس به نفس شدن حضوری از ما گرفته شده، همین که در خدمت شما باشیم هم اولیاء محترم. اما خب فکر کنم بعضی از به حساب میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، بعضی از این نعمت هایی هم که توسط این ویروس مرموز کرونا از ما گرفته شده بعضی جاهاش خوب شده دیگه، یعنی ما کمتر پیش می اومد که بتونیم جلساتمون رو با این نظم و شدت زیاد بتونیم برقرار کنیم، در خدمت اساتید مختلفی باشیم که بتونیم از نظرات و صاحب نظرانی همچون جناب عالی استفاده کنیم و بتونیم شرایط رو یه شرایط پرباری از لحاظ علمی داشته باشیم. خیلی ارادت داریم، همه چی رو برای دکتر الحمدلله سلامت باشین انشالله. برای ما هم اسباب توفیق و افتخاره، البته قطعا دوست می‌داشتیم که حضوری میتونستیم خدمت دوستان برسیم و به قول شما نفس به نفس باشیم، ولی خب حالا به هر حال با توجه به شرایطی که هست چاره‌ای نیست، اما همین که میشه جلسه ای رو گسترده و منسجم و وسیع برگزارش کرد خودش باز از شاید برکاتی است که با این وضعیت در حقیقت داریم استفاده میکنیم و نصیب هممون شده. بسیار عالی. ما همونجور که اعلام کرده بودیم جناب آقای دکتر و مزاحم شما شده بودیم، همانگیار انجام داده بودیم، امروز در خدمت اولیای محترم هستیم، اولیایی که فرزندانشون در سال تحصیلی 1400-1401 قرار همگام با ما باشن و انشالله از خدمات مختلف گزینه دو استفاده کنن. جدای از این که ما خدمات رو به دانش آموزا توضیح دادیم، توی همایش‌های دیگه باشون صحبت کردیم، انشالله در ادامه به طور مفصل و با جزئیات بسیار زیادی
همایش های مشاوری رو ادامه خواهیم داد. امروز مطلب خاص اولیاست و ارتباط مؤثر با اولیا از طریق این فضای مجازی که قرار شد امروز مزاحم شما باشیم. در خدمتتون قربان. سلامت باشین، از شما بسیار سپاسگزارم و بقیه دوستان که این فضا رو فراهم کردن. امیدوارم که همونطوری که حضرت علی هم اشاره داشتید، بعد از جلسه امروز هم ما و هم دوستان عزیزمون که در جلسه حضور دارن، اولیای محترم، هممون احساس بکنیم که یه قدم رو به جلویی برداشته شده و یه قدم رو به پیشرفتی در حقیقت برداشتیم و توی مسیر بهتری در حقیقت قرار گرفتیم. من هم همین آرزو رو دارم و امیدوارم که این گونه باشه. در خدمتتون هستم ان شاء الله. آقای دکتر، من به جهت این که بخوام هم تصویر شما رو واضح‌تر ببینم، هم اونایی که خورده سرعت اینترنتشون کمتره دچار مشکلی نشن از لحاظ دریافت صدا و تصویر شما، من با اجازهتون همچنان در خدمتتون هستم، اما صدا و تصویر رو قطع می‌کنم که بتونیم از فرمایشات جناب عالی استفاده کنیم. خیلی متشکرم، لطف می‌فرمایید. من چون بالا حضرت علی می‌دونید دیگه، دعوام و عادتم این هستش که معمولاً مطالبم رو با استفاده از پاورپوینت ارائه می‌کنم. زمانی که پاورپوینت در حقیقت در صفحه بزرگ به نمایش در بیاد، من خودم دیگه صفحه اسکای روم رو نمی‌بینم. فقط استدام از حضرت علی و بقیه دوستان این هست که اگر وقتی قطع ارتباطی صورت گرفت، از طریق تلفن به من اطلاع بدید که خیلی بیرون از جلسه نمانم و بتونم به سرعت برگردم. حتما همینجور در خدمتتون هستیم. به محض اینکه اگه مشکلی بود من صدا رو وصل می‌کنم و در خدمت شما خواهم بود. به امید خدا ان شاء الله. اجازه شما، من صدا و تصویر رو قطع می‌کنم که در خدمت شما باشیم. به امید خدا ان شاء الله. در خدمت سلامت باشید. متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد محضر همه گرامیان و همه عزیزان. مطلبی که امروز قرار هست که در خدمتتون داشته باشیم و پیرامونش با هم دیگه گفتگو و صحبت کنیم، بحث ارتباط مؤثر هست. من واقعیتش مقوله ارتباط مؤثر رو خب از جنبه‌های مختلف و موضوعات مختلف میشه به اشتراک گذاشت و پیرامونش صحبت کرد. شاید این منظری که امروز انتخاب کردیم پیرامون ارتباط مؤثر داشتن با دانش آموزان، اگرچه به موضوع در حقیقت ارتباط مؤثر هم تلاش خواهم کرد که تا اندازه اشاره بکنم و مطالبی رو عرض بکنم که پرداختن به اون مطالب قطعا موجد ارتباط مؤثر بین اولیا و دانش آموزان باشه، اما چون فکر میکنم که یکی از جنبه های مؤثر بر ارتباط و یک ارتباط درست داشتن، اطلاع و آگاهی است نسبت به اون کارهایی که انجام میگیره و اون کارهایی که افراد ذینفع در ارتباط با اون کار به همدیگه مرتبط میشوند، یه مقداری این رو امروز تلاش خواهم کرد که انشاءالله با شما به اشتراک بگذارم و در موردش با شما صحبت بکنم که در حقیقت شما بدانید برای فرزندانتان چه خواهد شد و در ارتباط با فرزندانتون چه اقداماتی صورت خواهد گرفت و در حقیقت برای اینکه شما بتوانید ارتباط مؤثر با فرزندانتون برقرار بکنید، این اطلاعات و نکات و موضوعاتی که میبایست نسبت به اونها مطلع باشید و با خبر باشید، این اطلاعات چی هست که خدای نکرده ناآگاهی نسبت به این اطلاعات سبب نشود ارتباطی رو که ما اعتقاد داریم میبایست در تمام طول حیات فرزندان از طرف والدین به عنوان یک ارتباط تأثیرگذار رعایت بشه، این ارتباط خلاصه بنا به دلیل آزمون سراسری یا موضوعات درسی و مباحث مدرسه‌ای مورد خدشه قرار بگیره. پس این کلیتی است که میخوام انشاءالله پیرامونش صحبت بکنیم. بنابراین نمیخوایم بگیم که چه بکنید با بچه‌هاتون، چگونه ارتباط داشته باشید، که شاید موضوع ارتباط مؤثر از این منظر باید اینگونه گفته باشه، اما ما میخواهیم ارتباط مؤثری را که شما مطالبه دارید و میخواهید با فرزندانتون داشته باشید، زمینه‌های اطلاعات عملیاتی فرزندانتون در اختیارتون قرار بدیم تا انشاءالله کمک بشه به اون ارتباطی که به صورت تأثیرگذار باید برقرار باشه. خب وارد گفتگو بشیم و وارد بحث بشیم. هدفمون در این جلسه
افزایش آگاهی اولیای محترم در مورد شرایط و موقعیت آموزشی دانش آموزانه. تلاش بکنیم که شما در مورد شرایط و موقعیتی که فرزندانتون در موضوعات آموزشی، حالا این موضوعات آموزشی مشخصا در مورد دانش آموزان پایه دهم و یازدهم، فعالیت‌های آموزشی است که در سال تحصیلی خودشون باید انجام بدن، و در مورد دانش آموزان پایه دوازدهم اون اقداماتی است که در راستای موفقیت در امتحانات نهایی و نتیجتاً در آزمون سراسری باید انجام بگیره. چرا میخواییم این افزایش آگاهی صورت بگیره؟ چون این افزایش آگاهی سبب افزایش آرامش در خانه خواهد شد. چون این افزایش آگاهی سبب میشود تنشهایی رو که به طور طبیعی و به طور معمولی، ببینید وقتی فرزندان ما کوچیک هستن معمولا حرف ما و نگاه ما و کار ما و مطالبی که بهشون منتقل میکنیم بر اونها یک تسلطی داره، بنابراین معمولا در سالهای ابتدایی تحصیل و حتی در مثلا سالهای هفتم، هشتم، نهم به دلیل وضعیت روحی و موقعیتی که فرزندان دارن این حرف شنویه وجود داره، بنابراین اولیا یک تسلط خوبی به اطلاعات آموزشی فرزندان دارن. اما وقتی بچه ها وارد دوره دوم متوسطه میشن به دلیل شرایط روحی و روانی که خودشون پیدا میکنن، رشد کردن، به سمت استقلال رفتن، خودشون رو رشد یافته دانستن، خودشون رو صاحب اطلاع و صاحب اختیار و اراده دانستن، این حجم اطلاعاتی که در اختیار اولیا قرار میگیره به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این کاهش پیدا کردن چون همراه با کاهش حساسیت اولیا نیست سبب بروز تنش در خانواده میشه. ما میخواییم در این جلسه آگاهی شما رو نسبت به این شرایط یه قدری با اون واقعیتاش بالا ببریم، آشنا بکنیم شما رو، تا کمک بکنیم که آرامشی رو که زمینه ارتباط عاطفی مناسب در خانواده هست بتوانیم از این منظر پیاده بکنیم. همچنین میخواییم یک هماهنگی ایجاد بشود بین برنامه‌های آموزشی که برای فرزندان شما تدارک دیده شده با دیدگاه‌هایی که شما دارید. بالاخره شما به عنوان افراد صاحب تجربه، افرادی که بعضن ممکنه این مسیر رو خودتون، ممکن که نه قطعا اینجوریست، این مسیر رو پیمودید و طی کردید و حساسیت‌های ویژه‌ای رو برای این دوره خاص فرزندانتون دارید، قطعا دارای دیدگاه‌هایی هستید، نقطه نظراتی دارید که در حقیقت در این ثبت نام ها و در این ارتباط های آموزشی به دنبال این هستید که اون دیدگاه ها عملیاتی بشه. اطلاع نداشتن از این که چه کاری داره صورت میگیره عملا سبب میشود که نظم فکری دانش آموزان به هم بخوره. حالا ما داریم میخوایم تلاش بکنیم در این جلسه انشاءالله یک هماهنگی ایجاد بشه با بیان برنامه‌های آموزشی که در حقیقت وجود داره در راستای دیدگاهی که شما دارید، که این سبب بشود یک نظم فکری در ذهن دانش آموزان پیاده سازی بشه و در حقیقت دانش آموزان بتوانند با آرامش بهتر و بیشتری کار درسی خودشون رو دنبال بکنند. ببینید عزیزان، این نکته ابتدایی رو بدونید که موفقیت در فعالیت‌های آموزشی حاصل یک کار تیمی است، حاصل یک حرکت تیمی است، به هیچ عنوان حاصل یک کار فردی نیست. به هیچ عنوان اینگونه نیست که فرزند ما درس بخواند موفق بشود. این یک شرط لازم هست اما یک شرط کافی نیست، همونطور که حمایت خانواده یک شرط لازم هست و یک شرط کافی نیست. اگر حمایت خانواده وجود داشته باشه، اگر شرایط عرض به خدمت شما که آماده سازی مناسب وجود داشته باشه، اگر مدرسه مدرسه خوبی باشه، اگر مؤسسه مؤسسه خوبی باشه، اگر کار آموزشی قوی انجام بگیره اما دانش آموز از این شرایط استفاده نکنه، قطعا موفقیتی حاصل نخواهد شد. این رو بدانیم که موفقیت در فعالیت‌های آموزشی حاصل یک حرکت تیمی است. در این حرکت تیمی هر کدام از اعضای این تیم یک وظیفه معین دارند.
این گونه نیست که وظایف این افراد و این اعضایی که در این تیم حضور دارن تداخل در همدیگه داشته باشه. همینطور که در یک تیم فوتبال اون کسی که در حمله ایستاده وظیفش حمله کردنه، وظیفش گل زدنه، اما اگر یک موقعی مدافعی هم این کار رو انجام میده، عملا اون حمله کننده خودش رو در موقعیت دفاع قرار میده. یعنی اگر او میاد جلو، ببینید این هماهنگی به گونه ایست، حتی این جابجایی وظایف هم در راستای موفقیت تیم و موفقیت نهایی تعیین میشه. در این تیمی که ما حضور داریم، نقطه محوری دانش آموزه. ببینید مدرسه مدرسه قوی باشه، برنامه آموزشی برنامه قوی باشه، کتاب کتاب خوبی باشه، معلم معلم قوی باشه، اما نقطه محوری اون کسی که باید حلقه اتصال باشه ما بین همه کارهای آموزشی دانش آموزه. ما در این هیچ تردیدی نداریم. بنده و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید متفق هستیم بر این معنا که دانش آموز است که باید به عنوان نقطه محوری و حلقه اتصال همه اقدامات وظایف خودش رو درست انجام بده. و در کنار این حلقه مدرسه، که حالا وقتی ما از مدرسه یاد میکنیم نمیخوایم بگیم انحصاراً مکان مدرسه، نه، انحصاراً اون جایی که اون مجموعه‌ای که وظایف مدرسه ای رو به عهده میگیره. اگر مؤسسه ای می آید برای شما تدارک معلم میکنه، تدارک برنامه میکنه، برنامه ریزی درسی انجام میده، یک مسیر راهبردی رو تعریف میکنه، این دقیقا وظایفی است که مدرسه باید انجام بده. حالا ممکنه مدرسه این کار رو بکنه یا نه، مؤسسه ای در تکمیل کار مدرسه این کار رو انجام بده. پس اگر میگیم مدرسه، یعنی اون جایی که، اون مرکزی که، اون سازمانی که وظایف مدرسه ای رو انجام میده، یک سمت این در حقیقت حلقه هست و خانواده به عنوان یک وجود و یک موقعیت و یک سازمان ناظر بر این فعالیت حلقه سومی است که در این حرکت تیمی وجود داره. باید این سه حلقه و باید این سه عضو در این تیم کاملا با همدیگه هماهنگ باشن، اما بدانیم که هماهنگی به معنی دخالت در وظایف نیست. همونطور که مدرسه، همونطور که مؤسسه آموزشی، همونطوری که یک برنامه ریز، یک مشاور به هیچ عنوان نمیتواند وظایف خانواده را به عهده بگیره و نقش خانواده را بازی بکنه، خانواده هم نمیتواند نقش مؤسسه آموزشی، نقش برنامه ریز، نقش مشاور و نقش مدرسه را به عهده بگیره. و اتفاقا دانش آموز هم نمیتواند نقش که هیچ کدام این دو رکن رو به عهده بگیره و بگه من خودم وظیفه مدرسه رو انجام میدم، من خودم یک برنامه ریزی پروپیمون انجام میدم، من خودم از خودم آزمون میگیرم، من خودم رو تأمین میکنم. ببینید این باید، این هماهنگی باید وجود داشته باشه و این هماهنگی به معنای دخالت در وظایف همدیگه نیست. و در کنار این موضوع باید بدانیم که این هماهنگی عملا به این معنی است که به همه ما کمک بدهد که هر کدام از این اعضا بهترین حالت برای انجام دادن وظایفمون رو داشته باشیم. ببینید این کلمه وظیفه به نظرم یک کلمه مهم است. باید بدانیم در این ارتباط، در این تیم مدرسه، حالا ببینید باز تاکید میکنم انحصارا مدرسه رو نگذارید، اون جایی که، اون مرکزی که داره این کار آموزشی رو انجام میده موظف به انجام چه کارهایی است، او باید این کارها رو انجام بده. خانواده موظف به انجام چه کارهایی است، دانش آموز موظف به انجام چه کارهایی است. در حقیقت این هماهنگی باید صورت بگیره تا هر کدام این اجزا بهترین حالت انجام وظیفه رو در حقیقت بتونن پیاده سازی بکنن. خب ببینید، ما برای که تلاش ها در یک فعالیت آموزشی منجر به موفقیت بشه، چه گام هایی رو باید برداریم و چه کارهایی رو باید انجام بدهیم؟ مهمترین و مؤثرترین عامل
عرض کردیم شخص دانش آموزه. این رو همیشه یادمون باشه، یعنی فکر نکنیم که خانواده میتواند دانش آموز را وادار کند. این نکته مهمی است که در حقیقت باید بهش توجه داشته باشیم. نباید این انتظار رو از مدرسه، از معلم، از مشاور، از مؤسسه هم داشته باشیم که دانش آموز فاقد انگیزه رو، دانش آموزی که نمیخواهد تلاش بکند را به کاری وادار بکنیم. نه، این باید از درون دانش آموز بجوشد و دانش آموز این جوشش رو داشته باشه. حالا اینی که دانش آموز دارای انگیزه باشه یا دارای انگیزه نباشه یک نکته است که اتفاقا باید این هماهنگی و همکاری و همراهی ما این انگیزه مندی رو در دانش آموز روشن بکنه. ببینید این نکته روشن کردنه و این نکته بودن تا روشن بشود انگیزه مندی یه نکته بسیار مهمیه. دانش آموزی که شوقی، علاقه‌ای به رشته پزشکی نداره، ما نمیتوانیم او رو به این رشته شائق کنیم. اما دانش آموزی که شوق به پزشکی داره اما با تردیدهایی بنا به مسائلی به این حالت دچار شده که در این راستا تلاش نمی‌کنه، خیلی خوب، حالا میتوانیم اون چراغ انگیزه مندی او رو روشن بکنیم تا او به تلاش واداشته بشه و به تلاش بیفته تا بتوانه به اون اهدافی که برای خودش مشخص میکنه برسه. پس این رو بدانیم که مهمترین و مؤثرترین شخص در مسیر موفقیت دانش آموزه. دقت به این نکته هم داشته باشیم که وظیفه مشاور هدایت صحیح نیروهای درونی است که در فرد وجود داره. ببینید اینی که ما یه وقتی گله‌مند میشیم، حالا ما که عرض میکنم یعنی ما اولیا، گله‌مند میشیم از اینی که فرزندمون انرژی نداره یا انگیزه نداره، اینی که اون نیروهای درونی رو که در درون این فرد نهفته هست اغلب نمیتوانیم بیدار کنیم. وظیفه مشاور اینه که این کار رو انجام بده. وظیفه مشاور اینه که این الغه های درونی، این محرک های درونی، این انرژی های درونی را بشناسد و با استفاده از اونها دانش آموز رو در مسیر کار قرار بدهد. وظیفه اش این نیست که در دانش آموز تولید نیرو بکنه. ببینید مکانیک نمیتونه بیاد موتور ماشین رو را بندازه. اونی که میتونه را بندازه استارته. استارت موتور ماشین رو روشن میکنه، اما خود این ماشین هست، خود این موتور هست که باید ادامه فعالیت رو داشته باشه. اگر استارت زدیم دیگه اون میلنگ و پیستون و رینگیست که باید حرکت بکنه. اگر استارت زده شد، استارت نمیتونه کار میلنگ رو انجام بده، استارت نمیتونه کار رینگ و پیستون رو انجام بده. باید اون رینگ و پیستون وجود داشته باشه تا اون نیروی درونیش توسط استارت به حرکت بیاد، دیگه بقیهش خودش باید کار بکنه. مشاور هم همین کار رو انجام میده، تولید نیرو نمی کنه، بلکه نیروهای درونی فرد رو شناسایی میکنه و سعی میکنه اونها رو هدایت بکنه به مسیری که منجر به موفقیت و دستیابی به هدف باشه. خانواده چه میکنه؟ وظیفه خانواده در این میان همراهی است. یعنی خانواده با دانش آموز وظیفه همراهی داره. به نکات اولیه مقدمه‌ای که چیدم و بیان کردم خدمتتون در بیان هدف، اگر هدف جلسه اگر دقت می‌کردید، در اولین جمله عرض کردم ایجاد آرامش در خانواده این بزرگترین وظیفه اولیاست که این آرامش درونی رو در خانواده حفظ بکنن. اون چیزی که میتواند آرامش رو ایجاد بکنه و حفظ بکنه و ادامه بده این همراهی کردن است، همراهی در انجام وظیفه، که حالا انشالله در خلال بحثم به نکاتی از این همراهیه اشاره خواهم کرد. منتها وظیفه خانواده این نیست که دانش آموز رو مجبور به موفقیت بکنه. این نکته بسیار مهمیه. اساساً انجام وظیفه دادن
و انجام وظیفه کردن اون چیزیست که ما به عهده داریم. رسیدن به موفقیت وظیفه ما نیست، رسیدن به موفقیت نتیجه است که از انجام وظیفه حاصل میشه. یعنی دانش آموز ما مجبور نیست موفق بشه. به همین دلیل ما نباید برای دانش آموز موفقیت رو تعریف کنیم. تعریف کنیم یعنی چی؟ یعنی ما نباید به دانش آموز بگوییم تو زمانی موفقی که مثلا فرض کنید به دانشگاه راه پیدا کنی و این راه پیدا کردن هم انحصارا دندان پزشکی باشه. تو زمانی موفقی که انحصارا در روانشناسی قبول شده باشی، انحصارا در مدیریت قبول شده باشی، انحصارا در مهندسی برق فلان دانشگاه قبول شده باشی. ببینید این اجبار به موفقیته. موفقیت حاصل اون تفکری است که دانش آموز برای خودش به عنوان هدف قرار میده و در راستای او حرکت میکنه و تجربیاتی به دست میآورد که این تجربیات منجر به رسیدن او به هدف میشه. حالا ممکنه 100% به هدف نرسه، اما به محدوده و نزدیکی هدف قطعا خواهد رسید. بنابراین اون هدف گذاریه باید توسط خود دانش آموز انجام بشه و در مسیر رسیدن به این هدف اون چیزی که خانواده انجام خواهد داد قطعا همراهی است برای اینکه دانش آموز بتواند وظایف خودش رو به خوبی انجام بده. خب حالا در این راستا یکی از کارهایی که انجام میگیره، این رو باید خوب در موردش تعریف کنیم، در موردش صحبت بکنیم و برای شما بیان بکنیم تا بدانید به طور واقعی اون چیزی که دانش آموز درش شرکت میکنه به عنوان آزمون، آزمون میده، این آزمون چیه؟ این آزمون قرار از دلش چه چیزی بیرون بیاد؟ آیا اونچه که من به عنوان ولی در مورد آزمون فکر میکنم و در مورد آزمون میاندیشم همان چیزیست که واقعیت دارد و همان چیزیست که فرزند ما باهاش مواجهه یا خیر جنبه هایی دارد که من به عنوان ولی از اون جنبه ها بی اطلاعم؟ ببینید آزمون دوستان ارزیابیست، سنجش است. سنجیدن و ارزیابی اون چیزی است که ما اختصارا نامش رو میگذاریم آزمون. خب میخوایم ارزیابی کنیم، این ارزیابی چگونه است؟ ما هممون معمولا عادت داریم که ارزیابی رو منحصر میکنیم صرفا به دانسته ها. یعنی میگیم دانش آموز اگر خلاصه مطالبی رو یاد گرفته، مدرسه رفته، کلاس رفته، آموزشگاه رفته، درس خونده، کتاب خونده، تست زده، خب یه چیزایی رو دانسته، حالا بره در یک آزمونی شرکت کنه ببینیم میداند یا نمیداند. این رو که خیلی مهمه، دانش آموز وقتی در آزمون شرکت میکند از نظر اولیا صرفا دانسته های او مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد. بنابراین برای این مقوله تمرکز خانواده انحصارا روی موضوعات درسی است. به همین دلیل معمولا خانواده انتظارش اینه بچه مطالعه کنه، تمرین کنه، تست بزنه، مرور بکنه و همینطور هم هست. یعنی ما اگر بخواهیم صرفا دانسته های دانش آموز رو ارزیابی کنیم و بسنجیم، انحصارا باید بیایم رو موضوع درس دانش آموز تمرکز بکنیم و مطالعهش رو مورد توجه قرار بدیم، تمرینش رو، تستش رو، مرور کردنش رو، رفع اشکال کردنش رو، کلاس رفتنش رو، از معلم استفاده کردنش رو، نکات مربوط به درس رو یادداشت کردن و خواندن و یاد گرفتن. این میشه چیزی که به طور معمول در ذهن اولیا و حتی بسیاری از جامعه آموزشی وجود داره. به همین دلیل هم هست که وقتی آزمونی برگزار میشود نتیجه این آزمون انحصارا در قالب اون اعداد و ارقام دیده میشود. یعنی ولی کارنامه دانش آموز رو میگیره دستش و بهش عنوان میکنه که خب مثلا درصد در این درس شده 60%، 60% هم نوره است که تو گرفتی، پا چی کار کردی، چرا نخوندی. ببینید یعنی همه حول دانسته های دانش آموز چرخ میزنه و پیش میره، در حالی که آزمون سنجندگی دیگری هم دارد، ارزیابی دیگری هم در دل آزمون انجام میگیره و اون ارزیابی و سنجش توانمندی هاست. یعنی اون چی قدرت ها و قابلیت هایی که در دانش آموز وجود داره،
اون قابلیت ها و قدرت ها و توانمندی هایی که دانش آموز باید به اونها دست پیدا بکنه و انحصارا اینها در حوزه مطالب درسی نیست، بلکه غالبا در حوزه مطالب غیر درسی است. یعنی به سواد دانش آموز ارتباط نداره، یعنی به خوندن و نخوندن دانش آموز ارتباطی نداره. دانش آموز درس میخونه، اما در آزمون وقتی شرکت میکنه نتایج حاصل از آزمون نشان میدهد که این دانش آموز دارای سواد، معلومات و اطلاعات هست، اما در امور دیگری صاحب توانمندی نیست و صاحب ضعف است، که اتفاقا همون امور سبب شده است که او نتواند از آموخته های درسی خودش و از آموخته های آموزشی خودش استفاده بکنه. چه نکاتی؟ موضوعاتی مثل اضطراب، دقت، تمرکز، توجه، تسلط، تاباوری، تا ادامه پیدا بکنه تا موضوعاتی مثل تغذیه، خواب، کنترل هیجانات، که حالا موضوعات مختلفی رو در این حوزه شامل میشه. بنابراین همینجا ذهنمون رو اصلاح بکنیم. وقتی فرزندمون در آزمونی شرکت میکند، نباید صرفاً از او توقع و انتظار نمره داشته باشیم، به این معنا که همه چیز رو از منظر نمره نگاه بکنیم. نه، بدانیم که اتفاقا نکات و مطالب دیگری وجود دارد که به واسطه اون نکات و مطالب ممکن است درس دانش آموز تحت تأثیر قرار بگیره. من الان یک نمونه از این موارد رو میخوام خدمت شما گرامیان تقدیم بکنم تا ببینید در مجموعه گزینه دو کاری که انجام میگیره در حقیقت به چه صورتی هستش. در یک آزمونی که دانش آموز شرکت میکنه و حضور پیدا میکنه، حالا من اجازه بفرمایید که از خود همین استانهایی که الان در خدمتشون هستیم و داریم عرض به خدمت شما که درس پس میدیم خدمتشون و اولیای محترم، یک دانش آموز رو در اون اوج دیگه، حالا اینی که عرض میکنم دهم، یازدهم، دوازدهم هم هست، منتها من چون یه خدمت گسترده تر در دوازدهم ها وجود داره، اجازه بدید که مثالم رو از دوازدهمی ها بزنم. خب ببینید، یک دانش آموز در آزمون در حقیقت شرکت میکنه. وقتی در آزمون شرکت کرد، خب نمراتش این چیزی است که در اختیار اولیا هست و اولیا میبینن و روی همین این تمرکز میکنن. یعنی چی؟ یعنی صرفا به اینی که دانش آموز چه مقدار درست جواب داده، چه مقدار غلط جواب داده، چه مقدار نزده، نمرش چند شده، ترازش چند شده، میانگین آزمون چقدر بوده، فاصله دانش آموز با میانگین چه مقداره، نفرات برتر این آزمون چه وضعیتی داشتن، این همین چیزهایی است که مثلا در بین شرکت کنندگان در این آزمون، عرض به خدمت شما که جایگاه این دانش آموز تو مدرسه کجا بوده، تو شهر کجا بوده، تو استان کجا بوده. ببینید اینها چیزهایی است که معمولا اولیا دنبال میکنن و همین ها رو و همین ها نهایتا به چی برمیگرده؟ به اون سواد دانش آموز و به اطلاعات آموزشی دانش آموز برمیگرده. در حالی که میدانیم بسیاری از عملکردهای دانش آموز حول این موضوعات نیست، حول موضوعات دیگری است. خب در یک آزمونی مثل آزمون گزینه دو، از مجموعه خدماتی که در اختیار قرار میگیره، مثلا الان برای دانش آموز پایه دوازدهمی کارنامه و گزارشی در اختیارش قرار میگیره تحت عنوان تحلیل آزمون. خب ببینید، حالا یه وقت باز تصور نشه که اون چی که دارم عرض میکنم فقط مربوط به پایه دوازدهمی ها هستش. نه، من اگه اینجا پایم رو عوض بکنم یازدهم هم قرار بدم، شما خواهید دید که در یازدهم همین خدمت وجود داره، حتی در دهم همین خدمت وجود داره. یعنی همین کارنامه عرض به خدمت شما کنم که حالا این دانش آموز انحصارا در این آزمون غیبت داشته. یه لحظه به من اجازه بفرمایید دانش آموزی رو بیارم که در آزمون حضور. بله، ببینید الان کارنامه تحلیل آزمون در دانش آموز یازدهمی وجود داره، در دانش آموز دوازدهمی هم وجود داره، دانش آموز دهمی رو هم ما الان نمونه بیاریم باز این وجود داره. خب در این کارنامه تحلیل آزمون چه چیزی به دانش آموز منتقل می شود؟
حالا یکی از موضوعاتی که مورد تحلیل قرار میگیره و مورد بررسی قرار میگیره و از دانش آموز خواسته میشه که آزمونتو تحلیل کن اینه که سوال رو نادرست جواب دادی. علت نادرست جواب دادن چی بوده؟ آیا درس رو نفهمیدی؟ این همون چیزیست که سواد دانش آموز و آموزش دانش آموز دنبال میکنه، یا نه بیدقتی داشتی؟ ببینید بیدقتی حاصل عمل کرده دانش آموزه. دانش آموز گاهی در آزمون اصل رو نیست رو اصل، بعض رو نمیبینه، همه و هر جا رو نمیبینه. عرض به خدمت شما که اغلب و مثلا فرض کنید که همیشه رو نمیبینه، یا مثلا در یک محاسبه منفی رو در پرانتز فراموش میکنه ضرب بکنه. ببینید اینها حاصل بیدقتی است. حالا این که بیدقتی خودش از کجاها در حقیقت ناشی میشه، باز این از مواردی است که باید به دانش آموز اطلاع داده بشه. خب حالا دانش آموز، تو آیا این غلطی که داشتی، اشکالی که داشتی، پیرامون موضوعات درسیت بوده که نفهمیده بودی، یا پیرامون یا نکات غیر درسی بوده، مثلا بیدقتی؟ خب حالا اگر بیدقتی داشتی، این بیدقتی ناشی از چی بوده؟ نشان دادن محل بیدقتی و نوع بیدقتی باز از جمله مواردی است که در مجموعه خدماتی که در اختیار دانش آموز قرار میگیره به عنوان خدمت مشاوره ای در اختیار دانش آموز هست. آقا تو عرض به خدمت شما که بیدقتی که انجام دادی حاصل مثلا فرض بفرمایید که موضوعات حاشیه‌ای مثل خواب و تغذیه بوده، یا نه حاصل مثلا فرض بفرمایید که کم تمرینیت بوده، یا نه حاصل مثلا فرض بفرمایید که کم توجهیت در جلسه آزمون بوده. خب برای اینکه حالا این کار رو بتونه برطرف بکنه، باید چه بکنه؟ مجموعه ای از فیلم های مشاوره ای موضوعی، مجموعه ای از مقالات مشاوره ای که در کوتاه‌ترین زمان ممکن دانش آموز میتونه پیرامون موضوع بیدقتی مطالعه بکنه و بفهمه که من بیدقتیم حول چه موضوعاتی است، حول چه محوری است، و روی اونها در حقیقت کار بکنه و بیدقتیش رو برطرف بکنه، یا از زبان مشاور در حقیقت بشنوه، یعنی مشاور برای او توضیح بدهد که بیدقتی تو چه موضوعی است. خیلی زمان کوتاه، نه دو ساعت بشینه حرف گوش کنه، نه ظرف مثلا فرض کنید که 4 دقیقه 5 دقیقه برای او توضیح داده بشه که تو مشکلت رو باید چگونه حل بکنی. خب در کنار این موضوع که در آزمون بیدقتی اون مورد توجه قرار میگیره، موضوعی مثل کمبود وقت، مدیریت زمان. آقا تو پرسش جواب ندادی، این پرسشی که جواب ندادی یک جنبش مال بلد نبودنه، یعنی همون چیزی که در ذهن اولیا هست، ولی یک جنبش اینه که تو وقت نکردی. خب وقت نکردی، وقت نیوردی، کمبود وقت آوردی، علت کمبود وقت چی بوده؟ آیا نتونستی وقتتو تنظیم بکنی؟ آیا مدیریت زمان نداری؟ باز برای این مدیریت زمان ارجاع دادنش به موضوعات مشاوره‌ای و یا حتی به جلسات مشاوره‌ای. ببینید حتی در مورد سوال‌هایی که درست پاسخ داده، خب این نکته مهمیه که دانش آموز الان شما در کارنامه دانش همین دانش آموز اگه مراجعه بکنیم، توجه بفرمایید، دانش آموز آمده در آزمون درس زیست شناسیشو 11 پرسش غلط جواب داده. این دانش آموز کلا 15 تا سوال جواب داده، 11 تاش غلط بوده. یا مثلا در زبان انگلیسی 11 پرسش جواب داده، بیش از 50% غلط بوده. این پاسخ دادنه حتی در مورد سوالات درست ممکنه دارای ابهام باشه. چه ابهامی؟ آیا تو وقتی جواب دادی با اطمینان پاسخ دادی یا با تردید پاسخ دادی؟ دانش آموز تو با سوالات تردیدیت باید چیکار بکنی؟ در دل سوالات تردیدی باید چگونه پیش بری؟ خب این یک جنبه مشاوره ایست، یک جنبه ایست که دانش آموز باید یاد بگیره. من با سوالات اینجوری نیستش که با دانش آموز بگیم آقا تو بین گزینه‌ها مثلا 50-50 اگه شک داشتی یکیشو بزن.
خب اگه اینکه غلط باشه طبیعتاً به دلیل نمره منفی وضعیت دانش آموز رو به مخاطره خواهد انداخت. اساساً یه دانش آموزی مثل این دانش آموز موصوفی که الان داریم نگاه میکنیم قطعاً سوالات زیست شناسیشو با تردید جواب داده. اگه میتونستیم اینجا حاضرش کنیم قطعاً بهش به ما این رو میگفت که بله من سوالات زیست شناسیم رو با تردید جواب دادم. خب با تردید جواب دادن این دانش آموز حاصل شده چی؟ حاصلش این شده که از 15 پرسش 11 پرسش غلط بوده. خب حالا باید با سوالات تردیدیش چه کار بکنه؟ راهنمایی بشه. حتی در حیطه مسائل آموزشی اینی که دانش آموز به لحاظ موضوعات آموزشی باید چه کاری رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز تو که الان در این آزمون شرکت کردی متناسب با مطالب این آزمون نقاط ضعف و قوت تو چیه؟ اگر دانش آموز روی یک موضوعی مثلا در درس عربی مثل تعریب نقطه قوت داره همه رو بلده، آیا باید همچنان در این مسیر قوت پیش بره یا خیر باید بیاد این انرژی رو در جای دیگری بگذارد که نقاط ضعفشه؟ حالا اگر نقطه ضعفی داره مثل درک مطلب، ببینید الان به این دانش آموز گفته میشه تو در درک مطلب ضعف داری، اما این ضعفت چگونه است؟ من میخوام این نمودار رو برای شما تفسیر بکنم. این تفسیری است که از زبان مشاور به فرزندان شما در همین جلسات مشاوره ای که دوستان تدارک دیدن و فرزندان شما از ابتدای سال درگیرش هستن و درش شرکت میکنن و در این همایش های مشاوره ای توضیح داده میشه بهشون، خب این مطالب شکافته میشه. الان به این دانش آموز گفته میشه دانش آموز تو در موضوع درک مطلب خب یه موضوعاتی بلدی، اما یه موضوعاتی رو اگر بلد نیستی اینها سوادی نیست، اینها تمرینی است، یعنی باید با تمرین می توانی حلش بکنی، باید تمرین بکنی. در حالی که مثلا فرض بفرمایید در سوالات ترکیبی، مثلا فرض کنید که مثلا در واژگان، ببینید تو یه چیزایی رو میدونی اما یه چیزایی رو اصلا نمیدونی. حالا این دانش آموز با این اصلا ندانسته هاش در درسی مثل ادبیات باید چه بکنه؟ در عربی با اینایی که میدونه و مشکل با تمرین حل میشه باید چیکار بکنه؟ ببینید یعنی سوق دادن دانش آموز به سمتی که نقاط قوتش رو تثبیت کنه و نقاط ضعفش رو ببره به سمت نقاط قوتش. خب این دانش آموز روی درک مطلبش اگر چند جلسه تمرین بکنه این درک مطلب هم خواهد شد مانند تعریب تماما به نقطه قوت تبدیل بشه، ولی در روی واژگان ادبیات این دانش آموز باید خیلی کار بکنه، باید کارهای ریشه‌ای و اساسی انجام بده، در حالی که تو سوالهای ترکیبی آرایه این گونه نیست، تمرین نیاز داره. در املا، ببینید در املا دانش آموز میتواند با تمرین یه بخشی از کار خودش رو سبز کنه، یه بخشی از کار خودش رو تثبیت کنه، در حالی که تو املا ضعف‌هایی داره که ضعف‌های اطلاعاتی است، ضعف‌های مطالعاتی است. ببینید یعنی دقیقاً راهبرد دانش آموز در تک تک درس‌هایی که داره. دانش آموز تو در ریاضیت واقعاً نقطه ضعف، نقطه قوت شاخص نداری اما نقطه ضعف داری. تو در معادله چه وضعیتی داری؟ تو در نقاط، تو در تابع چه وضعیتی داری؟ ببینید یعنی الان همین نمودار کاملاً وضعیت دانش آموز رو روشن میکنه و مشخص میکنه که به کدوم سمت باید حرکت بکنه. پس ما اگر در آزمون داریم شرکت میکنیم صرفاً نمیخواهیم از این آزمون اونچه که برداشت میکنیم و اونچه که به دست میآوریم صرفاً دانسته های دانش آموز باشه. عذرخواهی میکنم. صرفاً نمیخواهیم دانسته های دانش آموز باشه، بلکه مهارت های دانش آموز رو هم باید مورد سنجش و ارزیابی قرار بدیم و بتوانیم در این مسیر دانش آموز رو هدایت بکنیم. پس این نگاهمون با آزمون باشه از این به بعد. بدانیم که اگر دانش آموز ما آزمون رو اوورد منزل و ما از نتیجه او با خبر شدیم، عملا سوق دادن به این که تو سواد نداری، تو وقت نمیذاری، تو نمیخونی، فراهم کردن زمینه تنش در دانش آموزه. اما رفتن پیرامون این که آقا شاید تو
نکاتی درت وجود داره و عدم توانمندی هایی داری که ما میتونیم به عنوان خانواده کمکت بکنیم که توانمند بشی که مشکلت برطرف بشه. خب ببینید، حالا برای اینکه معلوم باشه، مهارت هایی که بر موفقیت تحصیلی دانش آموز مؤثر هست، اگر بخواهیم رصد بکنیم، من 12 مهارت شاخص رو که دانش آموز باید بلد باشه و باید نسبت به اینها اطلاع داشته باشه، آگاهی داشته باشه، 12 مهارت رو من فهرست کردم. البته اگه میخواستم ریز بشم به قضايا، از تو دل خود اینها میتونستم مطالبی رو بیرون بکشم و این مهارتها رو افزایش بدیم، اما این عناوین موضوعات و مباحثی است که در جلسات مشاوره ای برای بچه ها شکافته میشه. همین الان دوستان ما برنامه ریزی انجام دادن که در هفته آینده، یعنی درست چهارشنبه آینده همین ساعت، در خدمت فرزندان شما باشیم تا در همین ابتدای کار مهارت چهارم که نحوه مطالعه صحیح دروس هست رو به فرزندان شما آموزش بدن. یعنی بگن آقا ادبیات رو باید چجوری خوند تا موفق شد، عربی رو باید چجوری خوند، زیست رو باید چجوری خوند، فلسفه رو باید چجوری خوند، اقتصاد رو باید چجوری خوند. ببینید، یعنی روش مطالعه درس، روش خوندن درس به فرزندان شما آموزش داده بشه. حالا افزایش تمرکز، افزایش دقت، رفع نقاط ضعف فردی، مدیریت زمان تو جلسه آزمون. آقا من تو جلسه آزمون اگر هیجاناتم بر من غالب شد، که می شود، چه تکنیک هایی رو باید به کار ببرم تا بتوانم اون هیجانات رو، اون استراب رو کنترل بکنم و آرامش رو برای خودم برمغان بیارم، تا بتوانم بر اساس اون آرامش کارم رو انجام بدم. آقا من اصلا حاشیه هایی که وجود داره، تغذیه صحیح به عنوان یک موضوع در افزایش انرژی دانش آموزان. بچه های ما غذا زیاد ممکنه بخورن، اما غذایی که براشون خاصیت داشته باشه وقتی نخورن به سرعت دچار افت انرژی میشن. فیلمثل اینی که ما به بچه ها معمولا یاد بدیم آقا برای اینکه افت انرژی پیدا نکنی، مثلا فرض کنید شکلات بخور، آب غند بخور، برات شربت درست میکنم، شربت ببر سر جلسه امتحان، و هرگز به این توجه نداشته باشیم که مواد قندی مصنوعی، من اسمشو میذارم مصنوعی، مواد قندی فراوری شده با فرزندان ما در جلسه آزمون چه میکنه. حالا ما همین مواد قندی رو، نه که اعتقاد داشته باشیم مواد قندی لازم نیست، نه اعتقاد داریم مواد قندی لازمه، اما این مواد قندی رو چگونه میشود به فرزندمان بدهیم که به جای افت انرژی او، به جای ترشح انسولین بالا که او رو رو به ضعف ببره و رو به سستی ببره، در او ایجاد انرژی بکنه. این مهارت میخواد، اینو باید دانش آموز بلد باشه، اینو باید دانش آموز دنبال بکنه، یاد بگیره. یا مثلا فرض کنید موضوع خواب به عنوان یک موضوعی که به ارمغان آورنده آرامش روانی و افزایش انرژی و بازدهی افراد هست، خواب درست دانش آموز نداره، سر جلسه امتحان نمیتونه تمرکز بکنه، سر کلاس درس نمیتونه تمرکز بکنه. ببینید، اینها موضوعاتی است که برای فرزندان شما برنامه ریزی شده و در جلسات همایشی و در کلاس های مشاوره ای که به صورت فردی و جمعی خواهند داشت، اینها به فرزندان شما منتقل خواهد شد. خب ببینید، حالا من باز بگم که الان بچه های ما تو چه شرایطی هن، اینو یه مقداری با هم دیگه قور بکنیم، دهم، یازدهم، دوازدهم، ببینیم اینها تو چه شرایطی هن و الان تو چه وضعیتی به سر میبرن و ما با چه موجوداتی به عنوان فرزند خودمون الان مواجهیم. ببینید، بخشی از بچه های ما دوازدهمی ها هستن، دوازدهمی ها با آزمون 1401 مواجهند که از خصوصیات و ویژگی‌های مهم در آزمون 4401، نه فقط 1401، حتی در سال‌های گذشته هم این گونه بوده، ولی میخوام بگم این وضعیت خاص دوازدهمی هاست. در آزمون 4401 فرزندان ما با حجم زیادی از منابع مواجهند. یک دانش آموز پایه دوازدهم رشته تجربی
27 کتاب باید بخونه. یک دانش آموز رشته ریاضی 26 کتاب باید بخونه، دانش آموز رشته انسانی 34 کتاب باید بخونه. کتاب هایی که باید بخونه، بفهمه، برداشت بکنه، بتونه توش تست بزنه، بتونه توش رفع اشکال بکنه. خیلی از اینها مباحثی هستن که با هم مرتبطن و بسیاری بیشتر مباحثی هستن که هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. یعنی دانش آموز باید الزاماً دهمشو بخونه، یازدهمشو بخونه، دوازدهمش هم بخونه. خب برای این حجم منابع، حجم زیاد، شما اینو به ذهن داشته باشید، فرزندان شما تو کلاس دهم مثلا با 10 تا کتاب، با اختلاف گروه از 9 تا تا 11 تا کتاب مواجهن، تو 11م 10 تا 12 کتاب دارن، تو خود 12م کتابایی که اختصاص به 12م داره 10 تا کتاب بیشتر نیست. ولی برای آماده سازی آزمون 1400 باید حجم همه این کتاب ها رو بخونن و مطالعه کنن و کار کنن. خب برای این کار یه فرصت محدودی دارن. علاوه بر این رقابت بسیار شدیدی دارن. دانش آموزان رشته تجربی وقتی مثلا 700 هزار نفر تو آزمون شرکت میکنن، یعنی چی؟ یعنی رقابت به این 700 هزار نفر برای 60 هزار صندلی کل، نه فقط پزشکی. وقتی گفتیم پزشکی خیلی وحشتناک میشه. کل 60 هزار تا تو همه ایران. وقتی میگیم در گروه انسانی 350 هزار نفر شرکت میکنن، یعنی 350 هزار تا برای 50 هزار تا صندلی در کل، و همین نسبت مثلا در گروه ریاضی. پس رقابت، رقابت شدیدیه. رقابت به گونه ایست که صندلی از زیر پای هم بکشن، یعنی به تعبیر من جنگه. نه تنها یک رقابتی که مثلا خیلی عادلانه بچه‌ها با همدیگه به رقابت بپردازن، نه، زدن یک تست و نزدن یک تست. حالا این یه تست ادبیات باشه یا عربی باشه، مهمه. آقا زدن یک تست و غلط شدن یا نزدن همون تست، رقابت سر ایناست. سر این نیست که مثلا دانش آموز چه درصدی بیاره، اصلا سر همین یه دونه تست زدن و نزدن و چگونه زدنه و این یه دونه تست تو کدوم درس باشه. و این چیزیست که بچه های شما دارن، اون رقابت شدید رو دارن و باید برای این رقابت شدید اون آمادگی های روحی رو هم پیدا کنن. ضمن اینکه اساساً تغییر رفتار باید بدن، رفتار آموزشی. تا سال گذشته اگه میرفتن یه امتحان میدادن، روزی که بچه‌ها امتحان مثلا فرض کنید زیست شناسی داشتن، روزی که امتحان فلسفه داشتن فقط امتحان فلسفه بوده. حالا امسال میخوان امتحان بدن، با آزمونی مواجه هستن که بعد در کنار فلسفه منطق رو هم امتحان بدن، روانشناسی رو هم امتحان بدن، اقتصاد هم امتحان بدن، بچه های تجربی باید زیست و زمین و فیزیک و شیمی رو امتحان بدن، بچه های ریاضی باید در کنار ادبیات و عربی و زبانشون هندسه و گسسته و حسابانشون هم امتحان بدن، علاوه بر فیزیک و شیمیشون. ببینید اینا آمیختن، این رفتار متفاوت میخواد. خب این وضعیت به هم ریخته بچه های دوازدهمی است. یازدهمی ها چه وضعیتی دارن؟ یازدهمی ها همین الان با یک فضای بسیار پرتنشی مواجهن در آزمون 1402 که اساسا معلوم نیست قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی گفته نشده و ابهام تمام بر این که آقا بله یه مصوبه آمده، یه قانونی تصویب شده، اما ما میدانیم شرایط اجرای قانون در کشور ما بسیاری عوامل بستگی داره. همین قانونی که گفته شده آقا مثلا در 1402 باید این تغییرات در آزمون داده بشود، خب هشتمین باری است که این اتفاق افتاده، یعنی هشتمین قانونی است که نوشته شده. قانونهای قبلی مخصوصا اجرا نشده، نه شرایط اجراش نبوده. یعنی وقتی رسیدن به زمان اجرا دیدن شرایط اجرا نیست، اومدن به سازمان سنجش مهلت بدن، تعویق انداختن. حالا همینجوری هی تعویق تا حالا اومده جلو. حالا رسیدیم به 402، هنوز در مورد آزمون 402 نمیدانیم چه اتفاقی میفته. بنابراین دانش آموز پایه 11 شما باید به گونه ای درس بخواند که هر نوع تغییراتی شد که نمیدانیم چه تغییراتی ممکن است بشود، نه ما نمیدونیم، هیچکی نمیدونه، چون شرایط به گونه ایست که عوامل بسیاری درش مؤثره.
خب باید یه جوری درس بخونه که برای هر شرایطی آماده باشه. حالا شما در کنار این داستانها دهامی ها رو هم دارید، دهامی هایی که اساسا نمیدونن پیش روشون داره چه اتفاقی میفته. اساسا در سالی که باید کنکور بدن در 1403 چگونه خواهد بود؟ آزمون تغییر یافته دارند یا اساسا ندارند، یا اساسا شرایطی است که 80% باید با سابقه تحصیلی وارد دانشگاه بشوند، یا نه همین وضعیت فکر ببینید اساسا یک وضعیت به هم ریخته است. خب خود همین موضوع برای فرزندان شما آشفتگی های خاص خودش رو داره. حالا در کنار اینها شما بگذارید موضوعات ساخته شده و موضوعات بسیار حاشیه ای رو که تولید میشه و فرزندان ما رو اسیر خودش میکنه و گاهی ما هم به همین وادی در حقیقت میفتیم. چرا؟ چون فکر میکنیم که واقعا این مسائل دارای اهمیته. مثل چی؟ حالا یه نمونه شو میخوام مثال بزنم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید آقا مؤسسه گزینه دو آزمونهاش رو آنلاین برگزار میکنه، فلان مؤسسه حضوری برگزار میکنه. حالا ما اصلا کاری به این نداریم که آقا در شرایط فعلی کشور بحث سلامت عمومی یک مسئولیت اجتماعی است. این نکته باید خیلی خوب تو ذهنمون جا بیفته. ببینید دوستان، الان ما با پیک ششم کرونا مواجهیم. لطفاً به عرایزم خوب توجه بکنید. به هر کسی در این مملکت بگیم آقا ما با پیک ششم مواجهیم، خب آقا بله دیگه، سفرا هستش، نمیدونم جلسات هستش، این هستش، اون. خب اینایی که داریم میگیم چه ارتباطی به من داره؟ مال همه جامعه است. ببینید مال همه جامعه است. یعنی من رعایت نکردم، شما رعایت نکردید، او رعایت نکرده، نتیجهش داره به کی برمیگرده؟ به کل جامعه. پس اگر امروز به ما میگن آقا ماسک بزن بیا بیرون، بحث حفظ من نیست، بحث حفظ جامعه است. ما به این میگیم مسئولیت اجتماعی. خب ما در موضوع برگزاری آزمون یک با این مسئولیت اجتماعی مواجهیم که وظیفه هممونه. ببینید من میخوام شرایط رو عرض بکنم. ما یک با این مسئولیت مواجهیم. الان شما ببینید از ابتدای مهر که مدارس باز شده، حتی از نیمه های شهریور صحبت این بوده که مدارس باز بشن، سرپرست وزارت خونه گفته، معاون گفته، مشاور گفته، همه نماینده مجلس گفته. دیشب اعلام شده که آقا تصمیم گیری پیرامون مقوله باز شدن مدارس با ستاد ملی کروناست و ستاد ملی کرونا اعلام کرده که آقا وضعیت باز شدن مدارس به هیچ عنوان معلوم نیست. خب پس ما باید بررسی بکنیم. حالا ببینید شما، خب این یعنی چی؟ یعنی ما همه باید نگاه به یک جا داشته باشیم. اینی که امروز من در گزینه دو تصمیم بگیرم آقا آزمون رو حضوریش بکن، بچه ها اومدن، حالا هر چه شد شد، نه این نمیشه. این باید سلامته باشه. این یه نکته. حالا این یه نکته است، توجه کنید، چون این یه نکته است. نکته دوم عزیزان، خب آزمون یکی از موضوعاتش اینه که دانش آموز در جلسه باید بنشینه و دفترچه رو ورق بزنه و بنویسه. یکیش اینه. الان شما دیدید بسیاری مهارت ها دانش آموز ما 4 ساعت نمیتونه بشینه. حالا این 4 ساعت رو پای لپتاپ بنشینه و کامپیوتر یا پشت دفترچه چه فرقی میکنه؟ دانش آموز اگه 4 ساعت نشستن یاد نگیره هیچ جا نمیتونه بشینه. پس اساساً الان برای بنده به عنوان مشاور، برای معلم به عنوان معلم و مدیر و برای شما به عنوان خانواده، نقطه اول اینه که آقا اولی بشونیمش رو صندلی، 400 نشستن یاد بگیره، رفع اشکال کردن رو یاد بگیره، تمرین کردن رو یاد بگیره. ببینی نکته دوم، خب وقتی میتونه این رو تو یک فضای امن و آرام و پر آرامشی انجام بده، چرا انجام نده؟ دانش آموز باید تقسیم وقت رو یاد بگیره. این تقسیم وقت رو هر کاری بکنه باید یاد بگیره. پس خوبه که توی شرایطی یادش بدیم که ما بتونیم کمکش بکنیم. یعنی کنار صفش که داره امتحان میده ما ساعت رو داشته باشیم که این ساعت وقتی حرکت میکنه تو حرکت کردن خودش همراه حرکت کردنش به دانش آموز اطلاع بده که تو چی رو باید تو ساعت کنترل بکنی، حواست به چی باید باشه. ببینید پس این گونه نیست که ما فکر کنیم فقط آزمون حضور، نه هدف گذاری در همین آزمون های آنلاین به گونه ایست که دانش آموزان رو با موضوعات آموزشی آشنا بکنه. نکته سوم، سوال
دانش آموز چند آزمون باید حضور پیدا بکنه، حاضر باشه تا با اون شرایط عادت بکنه؟ 5 آزمون، 10 آزمون، 40 آزمون؟ ببینید تو چند تا آزمون، این چه استانداردی داره که من انحصارا بگم آقا این دانش آموز اگر در 15 آزمون شرکت کرد، اگر در 20 آزمون شرکت کرد، اگر در 30 آزمون شرکت کرد موفق میشه؟ من یه خاطره ای رو برای شما عرض میکنم، اینو به عنوان نمونه عرض میکنم. در دانشگاه امیرکبیر تهران دانش آموزی به من معرفی شد با یه خصوصیات خاصی که حالا نمیخوام بهش بپردازم به جهت وقت. نکته این بود که این دانش آموز در مورد شرکت در آزمون آزمایشی، در هیچ آزمون آزمایشی شرکت نکرده بود. دانش آموز منطقه 3 در یکی از روستاهای اطراف دیر در استان بوشهر میگفت آقا من در یک آزمون آزمایشی هم شرکت نکردم، رتبه‌ش هم در کنکور شده بود 70. دانشگاه امیرکبیر هم داشت مهندسی برق میخوند. ببینید حالا اینکه شرایط آموزشیش چجوری بود، معلماش چجوری بودن، معلم دیفرانسیالشون تو داشتش ریاضی بود، معلم دیفرانسیالشون ادبیات هم تدریس میکرد، از به خدمت شما که معلم عربیشون شیمیش هم رفع اشکال میکرد، من اصلا به ایناش کار ندارم. اما نکته مورد بحثمون، من در یک آزمون آزمایشی هم شرکت نکردم چون اصلا نمیتونستم شرکت بکنم. اگه میخواستم شرکت بکنم بعد پنجشنبه درس خوندن رو تعطیل میکردم، میرفتم بوشهر که آزمون آزمایشی بدم صبح جمعه، بعد دوباره برگردم بیام. خب بعد اصلا کاسب نبودم روز جمعه، پنجشنبه جمعه هم بین رفته بود در حالی که میتونستم مطالعه بکنم، خودم میشستم تست میزدم. و این به عنوان نمونه اینو عرض کردم. بسیاری دانش آموزان رو داریم که در اقل موارد با کمترین امکانات. خب حالا با همین قسمت الان مؤسسه گزینه 2 آمده یا آقا ما 8 آزمون از بچه ها حضوری برگزار میکنیم، این 8 آزمون هم توی برهه هایی برگزار میکنیم که هرچه به سمت انتها میریم که به کنکور نزدیک میشیم، وقت نتیجه گیری بچه ها و حضور آزمونشون بیشتر میشه که نزدیک به اون محدوده که میرسن آموختگی بهتر و بیشتری داشته باشن. خب پس اینم که شو یک نکته قابل حل، یک نکته. ببینید خب این کاریست که ما باید با بچه ها همراهی بکنیم، این کاریست که ما باید بچه ها رو به این سمت ببریم که بتوانند از این امکانات استفاده بکنن، بهترین استفاده رو ببرن و بهترین راهنمایی رو داشته باشن. الان فرزندان ما در یک شرایط پر استرس، پر نگرانی و پر فشار هستند. باید تلاش همه ما این باشه که اینها رو آموخته کنیم که در این شرایط پر استرس که میبره فرزندان ما رو به سمت ناکارآمدی، کارآمد باشن و بتوانند بر شرایط خودشون مسلط بشن، استرسشون و نگرانیشون و فشاری که روشون هست رو کاهش بدن تا بتوانند کارهای خودشون رو انجام بدن. خب من دیگه الان به موضوع استراب نمیپردازم چون یه قدری به انتهای وقت دارم نزدیک میشم، یعنی وقتی که دارم تا به بحث پرسش و پاسخ دوستان برسم دیگه وارد موضوع استراب نمیشم که استراب با فرزندان ما چه میکنه و استراب فرزندان ما رو چگونه میبره جلو تا جایی که نتوانند از کارهای خودشون نتیجه بگیرند و به اون چیزی که میخواهند دسترسی پیدا بکنند. بیا راجع به این توضیح نمیدم چون قطعا الان شما به این نتیجه باید رسیده باشید که هر چه ما فرزندانمون رو به سمت آرامش درونی بیشتر منتقل بکنیم، بهتر میتوانیم استرابشون رو کم بکنیم، بهتر میتوانیم استرس مخربشون رو، استرس رو که همشون دارن، شما هم دارین، بندم دارم، همه ابناء بشر که کاری انجام میدهند استرس رو باید داشته باشند، اما استرس نباید مخرب بشه، استرس نباید به سمتی بره که دانش آموز رو از بین ببره، توانمندی هاشو ضعیف بکنه. خب بدانیم که اون چیزی که ما باید در موردش کار بکنیم و فرزندانمون رو تشویق بکنیم تلاش کردن هایی است که باید اونها داشته باشند، نه صرفا نتایجی که در حقیقت با آزمون هاشون و تو کارهاشون به دست میارن. دقت داشته باشیم که آزمون‌های آزمایشی و ارزشیابی‌ها تجربه اندوزی است و شرایط تدارکاتی. الزاماً در بازی تدارکاتی نباید رفت مقابل تیم برزیل ایستاد. ممکنه ما بازی تدارکاتی رو با یه تیم داخلی بذاریم.
حالا بله توی برهه‌ای هم باید برسیم، بریم با یه تیمی که بازیش نزدیک تیم برزیل هست بازی بکنیم، اما اینو کی باید انجام بدیم؟ الان که مثلا 4 سال مونده تا جام جهانی، 3 سال مونده تا جام جهانی، یا نه اگر رسیدیم اون جلو مثلا 1 سال 6 ماه مونده باشه این کارو انجام بدیم، شرایط بهتری است. این میشه همین چیزی که الان در آزمون‌های حضوریمون ما داریم سعی می‌کنیم انجام بدیم. دقت داشته باشیم، دقت بکنیم که برای موفقیت فرزندانمون لازم نیست فرزندانمون کامل باشن، لازم نیست 100 زن باشن، لازم نیست همه سوالهایی که در اختیارشون قرار میگیره رو جواب بدن، فقط کافیه توانمندی پاسخگویی در حد اکثریت درشون وجود داشته باشه، یعنی اون چرا که توانمندی دارن بتوانند به بروز برسونند. ممکنه این توانمندی رو پایه مثلا عرض میکنم درصدی 80% باشه یا 70% باشه، هر چی رو که توانمندی دارن بتوانن بروز بدهند. از مدعای سازمان سنجش میگذرم که معتقد است، اجازه بدید بگم این رو براتون، سازمان سنجش معتقده اگر بچه ها فقط به 50% سوالات آزمون، به 50% مطلق سوالا جواب بدن، یعنی چی؟ یعنی به نصف سوالا جواب بدن و درست جواب بدن، یعنی نصف سواد رو داشته باشن، اون وقت میتونن در تجربیتی زیر گروه یکشون، یعنی همون زیر گروهی که پزشکی و دندان و دام هست و در زیر گروه دوشون که دارو اینها هست، و در ریاضی در زیر گروه یکشون اونجا که مهندسی ها هست، و در انسانی در عناوین اصلی زیر گروه ها قبول بشن، یعنی حقوق، روانشناسی، مدیریت، علوم اجتماعی میتونن تو اینها قبول بشن. این مدعای سازمان نصف سواد، پس لازم نیست کامل باشن، کافیه افراد توانمندی باشن. دقت بکنیم که آزمون سراسری، امتحاناتی که وجود داره، سرنوشت فرزندمون نیست. گره نزنیم به سرنوشت اونها، نگیم تو اگر تو آزمون موفق نشدی هیچی نمیشی، سرنوشتت عوض میشه. نه، یه گذرگاه، یه مسیره. مگه بچه های شما از ششم میمدن هفتم رفتن تو آزمون های ورودی مدارس شرکت کردن، حالا قبول شدن یا قبول نشدن؟ قبول نشده ها سرنوشتشون عوض شد، تغییر کرد، زندگیشون متحول شد، رو به بدبختی رفتن؟ یا اونایی که رفتن قبول شدن خیلی رو به پیشرفت رفتن، رونقی گرفتن؟ نه نه نه، اینجوری نیست. اینا گذرگاهه، یه گذرگاهی است، عبور میکنن و قطعا به مرحله بالاتر دست پیدا میکنن. چرا؟ چون فرزند شما در هر حالی فرزند شماست، در هر حالی، در هر حالی فرزند شماست. حالا آزمون سراسری که جای خود داره، در شرایط بد اجتماعی هم فرزند شما فرزند شماست. یک پدر یک مادر از فرزند خودش که نمیگذره، به همین دلیلی که شما به سلامت فرزندانتون بیشتر از هر چیزی اهمیت میدید. و نکته بعدی این که چیزی رو که شما سعادت او میدونید، اونم باید سعادت خودش بدونه، اونم باید اونو درک بکنه. پس رسوندنش به این درک و روشن کردن موضوع براش بسیار مهمه، اونم باید همینو درک بکنه. اینی که من اینو میگم تا اینو گوش بکنه انجام بده نیست، او باید تلاش، باید تلاش ما این باشه تا او رو به این شناخت برسانیم. و به عنوان نکته پایانی، تلاشمون این باشه که قابلیت ها و توانمندی هاش رو خودمون یک بشناسیم و بعد اینها رو به او بشناسانیم. ببینید این جمله کلیشه‌ای که وقتی مادر میگه من میدونم، او اگه تلاش بکنه میشه، چی میشه؟ آیا این واقعا وجود داره یا واقعا وجود نداره؟ اساسا چرا من فکر میکنم او در ریاضی، او یا در زیست، او یا در فیزیک، او ممکنه یک ادیب خوبی باشه، او ممکنه یک زبانشناس و زباندان خوبی باشه. بنابراین دقت بکنیم قابلیت ها و توانمندی های فرزندمون رو بشناسیم و این قابلیت ها رو به او بشناسانیم، نه اینکه به زور بخوایم بهش تفهیم بکنیم. نه، بهش واقعا بفهمه. اگر قابلیتی در او وجود داره، این قابلیت رو بشناسه و در راستای این قابلیت حرکت بکنه. من در پایان عرایزم برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. جناب آقای امیری، من در خدمت حضرت عالی هستم برای اینکه دوستان اگر نکاتی، سوالاتی و مطالبی داشته باشن، انشاءالله بشنوم و پاسخگو باشم. من قرار بود که مطالبم رو 1 ساعت بگم، 3 دقیقه رفتم بالاتر، عذرخواهی میکنم. اختیار دادم، استفاده کردیم، ممنون از شما. مثل همیشه واقعا مطالب کاربردی و قابل استفاده ای بود. امیدوارم که اولیا محترم از این جلسه
به نحو احسن تونسته باشن استفاده کنن. ما با اجازه شما که فرمودید کامنت ها رو باز میکنیم که دوستان بتونن پیامش رو بفرستن، حالا تا دوستان سوالاش رو می‌نویسن. همونجوری که آقای دکتر فرمودن ما تازه این شروع راهمون هست و انشالله در این راه هم قدم خواهیم بود با هم دیگه تا پایان راه و با کارگاه‌های مشاوره برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده انشالله این مسیر رو برای دانش آموزای شما هموار کنیم. و همینطور که بازم آقای دکتر فرمودن ما مثلا همین هفته آینده چهارشنبه کارگاهی رو خواهیم داشت برای شیوه درس خوندن فرزندان شما، یعنی در تمام دروس راهنمایی خواهد شد که هر درس رو با چه شیوه‌ای باید مطالعه کنن، با چه شیوه‌ای باید تمرین کنن، تکرار کنن و به تسلط برسن. و این کار رو هم با آدم‌های متخصصش داریم انجام می‌دیم. ببینید همه مشاورها قطعا خوبن، همه مشاورهای سطح کشور قطعا آدم‌های صاحب نامی هستن، اما این رو یادتون باشه که هیچ آدمی کامل نیست و تمام تخصص‌ها رو یک جا نمیتونه داشته باشه. برای همین هم ما اومدیم تمام کارگاه‌هامون رو کاملا تخصصی کردیم، یعنی همینطور که دکتر فرمودن اگر در حوزه تغذیه قرار اظهار نظری بشه قطعا با آدمی که کارش حوزه تغذیه است، همینطور که دکتر فرمودن اگر قرار هست در حوزه استراب و استرس با بچه‌ها صحبت بشه قطعا آدم هایی داریم استفاده میکنیم که حوزه تخصصی شدینه و میبینید دیگه یه آدم اصطلاحا میگن که تمام کمال تو این کار رو هم که خدای دکتر خرات ها باشن ازشون خواهش کردیم که در کنار ما باشن و خلاصه کل کار رو مدیریت کنن، یعنی صرف تا صدش رو کجاها با چه افرادی با چه اساتیدی و مطمئنن خبره رو انتخاب خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. این رو به شما قول میدیم. و نکته آخر رو هم تا سوالان دوستان رو میاد آقای دکتر هم یه مروری میکنم سوالان رو، این گامی که انشاءالله قرار همگام بشیم با هم دیگه و توی راه با هم دیگه قدم برداریم تا پایان راه با شما خواهیم بود و یک خدمتی جداگانه از خدمات آزمون های گزینه دو هست، یعنی در کنار ثبت نامی که کردید برای آزمون های گزینه دو به طور مجزا ولی در راستای هم این خدمات رو انشاءالله به لطف خدا برای شما خواهیم گذاشت. جناب آقای دکتر خرات عزیز گفتن سلام، لطفاً پی دی اف توضیحات امروز رو برامون ارسال کنید که این انشاءالله حالا دوستان فنی باید نگاه کنن. سعیمون بر اینه که خصوصاً جلسه مثل امروز رو اگر فایده ضبط شده شو بتونید در آپارات براتون بارگذاری کنید از طریق نمایندگی ها لینکش رو بگیرید. البته فعلا نمیتونم قول بدم چون معمولا دیگه این جلسات بعضی موقع نمیتونه ضبط شه، بعضی موقع دچار مشکل ان شاءالله که مشکل نداشته باشیم تو ضبطش و بتونیم در اختیارتون قرار بدیم. فرمودن که سلام دختر من در ابتدای کار تراز خوبی داشت در تابستان، اما در دورای انتهایی کم کم دچار افت شدید شد طوری که از تراز 7800 به تراز 7000 رسید. این دلیلی داره به نظر شما؟ فکر نمی کنم کسی معتقد باشه که این بدون دلیله، یعنی قطعا دلایلی میتونه وجود داشته باشه ولی نکته همینه که باید این دلایل بررسی بشه. یعنی ما یه وقتی میتونیم بگیم آقا این دلیلش صرفا اینه که دانش آموز درس نخونده، دانش آموز کار نکرده، دانش آموز زحمت نکشیده، که معمولا تعابیر اولیا به این سمت میره، یعنی میگن خب اگه خونده بودی همون 7800 میموندی، همون 7900 میموندی. ما میخوام بگیم اتفاقا نه، ممکنه که دانش آموز درس هم خونده باشه، کارم کرده باشه، تلاش هم کرده باشه، اما این کاهش صورت بگیره. قطعا باید این بررسی بشه، یعنی باید به مورد دانش آموز تمرکز بشه، روی نتایج آزمونش، روی نحوه درس خوندنش، روی برنامه ریزیش تمرکز بشه تا مشخص بشه که اشکالی که در کار دانش آموز، من حالا اشکال که میگم یعنی نمیخوام بگم دانش آموز ایراد داره، میخوام بگم اون نقصی که ایجاد شده به واسطه چه موضوع ایجاد شده، تا با رفع اون نقص در حقیقت بشه دانش آموز رو به اون قابلیت بالای خودش در حقیقت رسوند. این قطعا اشکال وجود داره.
حالا ممکنه این اشکال در تست زنی دانش آموز باشه، در تمرکز دانش آموز باشه، در دقت دانش آموز باشه، نه ممکنه واقعا الان دانش آموز یک حس استرس و تنشی پیدا کرده باشه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه آقا من آزمونم رو مثلا اول 7800 زدم، آزمون بعدیم شد 7600، آزمون بعدیم شد 7400. همینی که من دارم افت میکنم یک تنشی رو ایجاد بکنه، خب این دانش آموز به این وادی بیفت دیگه نتونه خودش رو کنترل بکنه. ببینید بس بخوام عرض بکنم موضوعات مختلفی ممکنه وجود داشته باشه که قطعا با حضور مشاور باید اینها بررسی بشه تا بتوان آدم به این نتیجه برسه که در ارتباط با این دانش آموز خاص چه روشی و چه متدی رو باید به کار ببره تا مشکل رو حل بکنه. بسیار عالی. من با اجازه اولیای محترم اولا خیلی ازشون تشکر میکنم، چون خیلی از پیام‌های الان پیام تشکر من دیگه اسم دوستان رو برای پیام‌های تشکر نمیخونم و خیلی ازشون سپاسگزارم. آقای دکتر خیلی از شما و جلسه امروز تعریف کردن. یکی از سوال کردم که لطفاً در مورد استفاده نکردن از فضای مجازی هم توضیح بدید. دخترم خیلی با موبایل به فضای مجازی درگیره، سالشون هم نوشتن کلاس 12. ببینید موضوع فضای مجازی اولا از یک جنبه‌ای که ما می‌بینیم الان نوعاً بچه‌ها باید با فضای مجازی کار داشته باشن. مثال عرض میکنم دیگه، من به عنوان نمونه عرض میکنم، الان خود مؤسسه گزینه دو بانک سوالی دارد برای دانش آموزان پایه 12، 10 و 11 متشکل از 200,000 سوال. خب این 200,000 سوال رو یک ولی اگر بخواهد در کتاب‌های کمک آموزشی برای فرزند خودش تدارک بکنه، بدون تعارف باید 50 جلد کتاب بخره. یعنی تازه ما اگه ظرفیت هر کتاب رو مثلا فرض کنید که 4000 سوال بگیریم، که معمولا اینجوری نیست، معمولا کتابا 2500 سوال، 2700 سوال بیشتر نداره، حالا 4000 سوال هم داشته باشه، برای این 200000 سوال یک ولی باید 50 جلد کتاب بخره. 50 جلد کتاب یعنی چه هزینه ای؟ حالا دانش آموزی که در آزمون‌های گزینه دو شرکت کرده این بانک رو و این اپلیکیشن رو در اختیار داره و میتونه استفاده بکنه. خب حالا ما فرزندمون در فضای مجازی داره میچرخه، خب برای این فضای مجازی باید تدارکی بکنیم. تدارک مثل چی؟ مثل همین در اختیار قرار دادن بانک سوال. یعنی این دانش آموز بداند که در همین فضای مجازی چرخیدنش ابزاری میتواند داشته باشد که با استفاده از این ابزار زمان خودش رو مدیریت بکنه، درس خوندن خودش هم جلو ببره. من سال گذشته یه دانش آموزی به هم مراجعه کرد و گفتش که آقا من خلاصه خیلی وضع مالی به هم ریخته بود، گفت چی کار بکنم؟ در آزمون ها بود، بهش گفتم آقا این اپلیکیشن رو خوب استفاده بکن. گفت مگه هست همچین چیزی؟ بعد همین دانش آموز در پارسال، جالب عرض بکنم، این دانش آموز که دارم میگم پشت کنکوری بود، یعنی سال ششم بود که داشت کنکور میداد و کار میکرد توی بیمارستانی، یعنی به عنوان بهیار توی بیمارستانی مشغول بود و گفت خدایگان کنکور بود دیگه. بله؟ یعنی خدایگان کنکور بود دیگه. خدایگان کنکور بوده. میگفت آقا چقدر کمکم کرد، چون این اپلیکیشن در اختیارمه، تو گوشیم هستش، من هر وقت که میشینم میخوام برم تو فضای مجازی میبینم یه پیامی از این اومده، یه سوالی برای من طرح کرده، یه سوالی برای من فرستاده شده، یه چیزی وجود داره، خب من همین رو جواب میدم. موفق شد، امسان در کنکور قبول شد، یعنی با یه رتبه خوب در کنکور قبول شد، درست بره پرستاری بخونه. ببینید میخوام عرض بکنم، خب این امکانه. یه وقتی ما میخوایم فضای مجازی رو به طور مطلق ببندیم برای فرزندمون، بگیم آقا اصلا دیگه نرو شرکت نکن، نباش، استفاده نکن، ولی یه وقتی میایم جایگزین میکنیم، من اعتقادم اینه الان در برهه‌ای هستیم که باید این جایگزین ها رو به فرزندمون بدیم. اگه فرزندمون اینها رو جایگزین بکنه با اون فضاهایی که میره، با اون استفاده هایی که میکنه و بدانه که میتونه استفاده بکنه، قطعا به رشدش کمک خواهد شد. درود بر شما. آقای دکتر سوال کردم که با عرض سلام و خسته نباشید، خدا قوت، فرمودن که تو کارنامه‌ای که شما نشون دادید یک جدولی بود برای رتبه تفهیمی و فرمودن که بچه‌شون 11 و این رو ندارم. چرا این رو ندارم؟ ببینید این نکته درست میفرمایید، در کارنامه 10 و 11 این وجود نداره. علتش هم اینه که دانش آموز پایه 10 و 11 اون چه که در اولویتش هست برای مواجه شدن با آزمون سراسری رتبه و رقم و تراز نیست.
بلکه اون سواد مطالعاتی است. یعنی دانش آموز پایه 11 همی اگر از حالا بره سراغ این که من در کنکور چه رتبه ای باید بیارم، عملا به واسطه اون عدد و رقم و هیجاناتی که درش به وجود میاد از درس خوندن خودش منفک میشه. به همین جهت در آزمون‌های گزینه 2 برای دانش آموزان پایه 10 و 11 این رتبه کنکوری وجود نداره. چرا؟ باز تأکید میکنم، چون باید متمرکز روی کارهای مطالعاتیشون باشن، لذا مقایسه صرفاً در آزمون‌های خود گزینه 2 صورت میگیره. ولی برای دانش آموزان پایه 12 به دلیل اینکه باید هدف گذاری هاشون به گونه ای باشه که آماده بشن برای رشته های دانشگاهی، این تخمین وجود داره و در کنارش کارنامه رشته های قبولی هم هست، نمیتونن ببینن که به اون هدف گذاری خودشون چه مقداری فاصله دارن. بسیار عالی. من یه یادآوری مجددم به اولیای محترم داشته باشم. جناب آقای دکتر خراط ها کارنامه ها رو نشون دادن. واقعا کارنامه های تحلیلی مشاوره ای هست که هیچ کارنامه نمیتونید پیدا کنید که دو تا موضوع رو توش نداشته باشه. یک، شخصی نباشه، خیلی نکته مهمیه، و دو اینکه یک بار بسیار زیاد مشاوره ای رو انتقال نده. یعنی معمولا بعضی از بچه‌ها که از ما سوال میکنن در مورد اینکه آقا مثلا یه واژه‌ای حالا مرسوم شده، آقا پشتیبان دارید؟ میگم اگر پشتیبان به معنای کوشا جانه، یعنی زنگ بزنه بگه حالا چطور رو اینا، نه. ولی اگه به معنای پشتیبان واقعی همراهی کردنته، بعد از آزمون به تحلیل بده، بعد از آزمون راهنمایی کنه، راه حل بهشون بده و بعدش هم بده نکنه، بله. یعنی چی؟ هم کارنامه‌ای که دکتر نشون دادن دیگه، یعنی بعد از آزمون مثلا مشاوره رو نمیتونید پیدا کنید که بهتون اطلاع نده. یعنی به فرزندان شما میگه ادبیاتو اگه زدی 60% 40% رو که نزدی یا غلط زدی، کدوم چه کتابه، چه صفحه‌ایش و چه مطلبیه و اینا رو خوندی، بازم راهش نمیکنه، میگه بعد میشین پشت سیستم دوباره ازت آزمون بگیرم از همون مباحثی که غلط زدی. آقا همون سوالا میتونه انتخاب کنه، همون سوالا میتونه بگه نه سوال جدید بده. اینقدر این فرایند میتونه تکرار بشه برای فرزند شما تا به تسلط برسه. هیچ محدودیتی نداره، بی‌نهایت بار میتونه این فرایند رو تکرار کنه و این اتفاق نمیفته مگر هوشمندسازی که سیستم گزینه 2 انجام داده و براشون هست. و خواهشم از اولیای محترم اینه تحلیل بعد از آزمون رو بسیار جدی بگیرید. واقعا فرایندیه که در گزینه 2 به صورت انحصاری و هوشمند داره اتفاق میفته و این ارزشیابی پیشرفت تحصیلی خصوصا بچهای 10 و 11 که گام به گام دارن اینا رو یاد میگیرن خیلی بهشون کمک میکنه. جناب دکتر قریب، آقای دکتر خراطا، یه دفعه اسم آقای علی قبادی اومد. جناب امیر، مگه نکته‌ای رو به مطلب شما اضافه بکنم؟ من متاسفانه تو این جلسه چون انقدر وقت نداشتم که خیلی از مطالب رو بتونم بگم، خیلی‌ها رو به قول معروف درس گرفتم. الان همین نکته‌ای که حضرت علی فرمودید پیرامون شخصی سازی، دانش آموز اگر اشکال درسی داشته باشه، یعنی در یک موضوع درسی دارای اشکاله، خب تو قسمت آموزشی میتوانه از درس معلم استفاده بکنه روی همون نکته. یعنی به جای اینکه مثلا بره توی یک مؤسسه‌ای ثبت نام بکنه، یه معلم خصوصی بگیره و بشینه مثلا فرض کنید همه فیزیک رو از ابتدا شروع کنه کار کردن، حالا یه دانش آموز اگه ضعف داره ولی این کارو انجام بده. ولی اگر من دانش آموز روی یک موضوعی مثلا فرض بفرمایید پرتابه در حرکت شناسی اشکال دارم، خب معلم در یک فایل تصویری 10 دقیقه‌ای ربع ساعتی برای من توضیح داده، این توضیح رو من ببینم، برای من تمرین حل کرده، تمرین رو ببینم یاد بگیرم. خب این کار شخصیست دیگه، یعنی کار شخصی سازی شده صرفا برای من دانش آموزه، نه اینکه برای همه باشه. بنابراین من مطابق با اون کاری که در آزمونم انجام میدم و نتیجه‌ای که به من گزارش میشود، می توانم حتی اشکالات درسی خودم رو به غیر از تست زدن از معلم هم آموزش بگیرم. حالا کاش اینقدر فرصت مبسوطی داشتیم که من میتونستم همه اینها رو برای اولیای محترم توضیح بدم. حالا این نکته‌ای که با شما اشاره کردید در کارنامه مشاوره‌ای که انه یک مشاور کنار دست دانش آموز نشسته و به اون میگه آقا در قدم به قدم درسات تو با دیگران چقدر اختلاف داری، کجا هستی، چقدر باید تلاش بکنی، چه کاری رو باید انجام بدی و چه وضعیتی داری، این درست همون کاریست که حالا مثلا در برخی مؤسسات
فرد به عنوان پشتیبان انجام میده. اینجا فرد مطابق وضعیت خودش حجمی از اطلاعات دوستان دیدن در پایه 12 هم ما 8 منهای کارنامه اصلی 8 کارنامه مشاوره ای وجود داره، در گروه 11 هم به 10 هم منهای کارنامه اصلی 5 کارنامه مشاوره ای وجود داره که خب اینها برای بچه‌ها بسیار راهگشاست. توصیه می‌کنم حتما اولیا ببینن. آقای علی قبادی پرسیدن آقای دکتر که پسرشون سال دهمه، گفتن تازه ثبت نام کردن، فقط یک آزمون دادن، کلا سال دهم آزمون فعلا یک آزمون دست به دستی برگزار شده، گفتن که درس‌هاش رو کامل نرسونده و به حدی نبوده که تو آزمون اول خوب بزنه، باعث استرسش شده و خیلی ناراحتی خیلی زیاد داره. چطوری باید این استرس رو کم کنیم تا بتونه با آرامش بیشتری ببینید با این موضوع که موضوعات آزمون یک در آزمون دو تکرار میشه، بنابراین اگر این دانش آموز روی همونها تمرکز بکنه به سادگی میتوانه از وضعیت آمادگی خودش مطلع بشه. بله اگر اینها تکرار نشده بود دانش آموز میگه آقا من تکرار نکردم، نمیدونم اونها رو بلدم یا نه، پس جا داشت که استرس داشته باشه و نگران بشه که پس تکلیف اونها چطور میشه. ولی وقتی آزمون یک در آزمون دو داره تکرار میشه، دانش آموز میتونه با وقت گذاری مناسب و با برنامه مناسب در حقیقت همون مباحث رو تکرار بکنه و اینجا دوباره به آمادگی خودش مطمئن بشه. آقای ترابی عزیز، این گفتم که فایل جلسه امروز اگر ضبط شده باشه، چون تا جلسه تمام نشه میتونم بگم که حتما ضبط شده باشه، اگر ضبط شده باشه حتما واگذاری می‌کنیم از طریق نمایندگی، لینک آپاراتش در اختیارتون قرار می‌گیره. سرکار خانم احترامی اگه اشتباه نکنم گفتم که دانش آموز من طبق برنامه از بانک سوال استفاده میکنه و بالا هم میزنه، ولی تو آزمون نمیتونه در اون درس با اون موضوع درصد خوبی رو بیاره، دلیلش چیه؟ خب این طبیعی است. چرا؟ چون دانش آموز بانک سوال رو و آزمون هایی که توی بانک سوال طراحی میکنه یا براش فرستاده میشه در شرایط آزمونی نمیزنه، در یک شرایط طبیعی که تو خونه نشسته و اصلا ذهنیت آزمون نسبت به اونها نداره، مقایسه‌ای درش در حقیقت صورت نمیگیره، تو اون شرایط میزنه. ولی آزمون رو وقتی درش حاضر میشه ساده ترین مطلبش اینه، ابتدایی ترین نکتهش اینه که خود آزمون برای دانش آموز دارای اهمیته. یعنی دانش آموز بر اساس عمل کرده خودش از آزمونش دارای انتظاره. ببینید این نکته مهمی بود که به نظرم تو عرایزم هم بود، اگر ما بتونیم این معنا رو به بچه ها منتقل بکنیم که لازم نیست کامل باشن، فقط کافیه از آنچه که میدانند کامل استفاده بکنن، یعنی در حقیقت اون چیزی که بلدن فقط جواب بدن. حالا بله دانش آموز میاد در آزمون، مثلا فرض کنید که بانک سوال پیش آزمون مینشینه، چون شرایط آزمونم نیست، چون شرایط مقایسه ای هم نیست، فقط خودم هستم، درصد رو میزنه میشه مثلا فرض کنید زیستش 80. خب با این ذهنیت میره در جلسه آزمون که من تو اون آزمون 80 زدم، بعدش هم اومدم رفع اشکال کردم، الان یه کامل بلدم. پس با این ذهنیت کامل بلدم میره سر جلسه آزمون مینشینه. همین ذهنیت سبب میشود که ذهن او، فکر او و مغز او نسبت به عمل کردش بسته بشه، بنابراین نتونه اون کاری که لازم هست رو انجام بده. حالا این دانش آموز اگر با این ذهنیت بره سر جلسه که آقا من میروم در جلسه آزمون که هر سوالی که جواب میدم درست باشه، یعنی فقط به سوالی جواب بدم که کامل بلدم و اصلا مهم نیستش که به همه سوالا جواب ندم، با این ذهنیت بره، شما خواهید دید که به سرعت وضعیت نمره دانش آموز اصلاح خواهد شد، به سرعت اصلاح خواهد شد. به همین جهت هست که در کنار این در حقیقت موضوعات و مطالب و مسائلی که عرض کردیم، باز مؤسسه گزینه دو آمده برای بچه‌ها چیکار کرده؟ ارزشیابی مستمر، سنجش مستمر قرار داده. یعنی میگه آقا دانش آموز تو به همین ترتیبی که داری تو درست میری جلو، به همین ترتیبی که معلم داره به تو درس میده، میتوانی مورد ارزیابی قرار بدی خودت رو پراکنده، نه توی یه آزمون مثلا 9 آزمونی، 7 آزمونی، 8 آزمونی، نه تو این هفته، تو این هفته تو دو تا درس تو امتحان بده، این دو تا درس هم این محدوده کوچیک، آقا در ادبیات درس 1 و 2 باشه و مثلا در ریاضی درس 1 فصل 1ت باشه، همین دو تا رو آماده بکن
امتحان بده، اشکالات تو برطرف بکن تو این یه هفته، تو هفته بعد دو تا درس دیگه تو، تو هفته بعد دو تا درس دیگه تو. حالا این روال در حقیقت به دانش آموز کمک میده که آرام آرام بتونه به استرس خودش مسلط بشه و اون ذهنیت رو هم داشته باشه، یعنی برای خودش انتظار آفرینی نکنه. این یکی از انتظار آفرینی های بسیار رایج هست که معمولا بچه ها برای خودشون انجام میدن، چون درس و خوندم باید خوب بزنم، چون خوندم، چون بلدم باید برم بتره کنم. ببینید اینا اصطلاحاتی است که بچه ها دارن و اتفاقا همین براشون تنش ایجاد میکنه. اگر این فکر جایگزین بشه با این که نه آقا من میرم سر جلسه آزمون که هر چی رو جواب میدم درست باشه، همین منهای درصد، آقا ممکنه من دو تا سوال جواب بدم ولی دو تا سوال درست جواب بدم. ببینید حالا من اینو در مورد تجربی ها بگم، نمیدونیم خانمی که فرمودید بچه‌شون فرزندشون ریاضی یا تجربی، ولی اینو من عرض بکنم، نوعاً بچه‌های رشته تجربی وقتی تصمیم میگیرن، دقت کنین، وقتی تصمیم میگیرن درس زمین شناسی رو جواب بدن، درس زمین شناسی حتی در آزمون‌های آزمایشی میشه بهترین درسشون. چرا؟ چون هر چی جواب میدن، یا بهتر بگم فقط اونایی که بلدن جواب میدن. شما میبینید دانش آموز 5 تا سوال زمین شناسی جواب داده، درست جواب داده. دانش آموز 9 تا سوال جواب داده ولی درست جواب داده. چرا؟ چون همین ذهنیته، من که نمیخوام همه زمین شناسی رو جواب بدم، میخوام هر چی جواب میدم درست باشه. پس تعداد سوالا میاد پایین، نتیجتا اونی که جواب میده درسته، نتیجتا درصد مطلوبی میگیره. یعنی دانش آموز مثلا با گرفتن 40%، 45% تراز 9000 میگیره. خب این چقدر مطلوب برای دانش آموز؟ این تأخر و تقدم هم میفرمایید چون جز سوالات هم بود، یعنی این نحوه استفاده از بانک سوال و سنجش مستمر و آزمون، چون الان بعضی از بچه ها هنوز تو فکر این هم گویا ممکن ندونن که آقا گزینه دو فقط یه آزمونه دیگه، یعنی آزمون رفتون ثبت نام کردین تمام، ولی الان به غیر از آزمون هم سنجش مستمر که شما فرمودید هم بانک سواله و خب آزمون هم که بوده، این ستا رو تأخر و تقدمش چجوری باید استفاده کنن بچه‌ها؟ ببینید ما میگیم کلاس درسه، برای کلاس درس بچه‌ها باید سنجش مستمر رو بدن تا تفهیم درس کلاس درست صورت بگیره. وقتی سنجش مستمرشون رو دادن، حالا بیان تو بانک سوال سوال جواب بدن، آزمون سازی برای خودشون انجام بدن و بعد هفته منتهی به آزمون پیش آزمونی رو که مؤسسه گزینه ای رو ارسال میکنه جواب بدن. مجموعه اینها سبب می شود که دانش آموز برای آزمون آماده بشه و بتونه در آزمون روز جمعهش نتیجه مناسبی رو متناسب با وضعیت خودش درک بکنه. پس 1. سنجش مستمر، مراجعه به بانک سوال، پیش آزمون و بعدم آزمون. عالی، چون جزء سوالات هم بود من اینجوری هم مزاحم و طبیعتاً تو این خلال از اون محتواها میتونن استفاده بکنن. یعنی بهترین ترکیب به قول معجون کامل خدمات گزینه دو این ترتیبی که شما فرمودید بهترین استفاده ای هست که بچه‌ها میتونن ازش داشته باشن. بله من دوباره تکرار میکنم، ببینید دوباره تکرار میکنم، سنجش مستمر، مراجعه به بانک سوال و زدن سوال پاسخگویی تست، پیش آزمون و بعدم آزمون، و طبیعتا در خلال اینها از اون موضوعات مشاوره ای و از اون فایلای تصویری آموزشی هم وقتی استفاده بکنن هم اشکالاتشون برطرف میشه و هم قدم قدم به اون مسیری که میخوان، به اون اسمینانی که میخوان در حقیقت میتونن دست پیدا بکنن. آقای دکتر یه سوال دیگه هم، چون زمان اون رو میخوایم حتما طبق وعده که داده بودیم بیشتر نشه، من با اجازهتون یه دونه خانم میرزاد سوال کردن که بانک سوال و نحوه فعال کردنش اینا رو توضیح بدیم، چون تو جلسه قبل توضیح داده شده و خیلی هم زمان بده، با اجازهتون الان بهش نمیپردازیم، ولی اگر همچنان توی فعال کردن بانک سوال و سنجش های مستمرتون به خدمات طلایی دچار مشکل هستید، حتما با نمایندگیتون همین امروز یا فردا تماس بگیرید، چون واقعا قابلیت مهمی رو دارید از دست میدید اگر از این قابلیت بانک سوال فرزنداتون استفاده نمیکنن.
یکی از بچه ها سوال کرده که حالا بعدش هم نوشته آقای امیری من مشکلی میکنم یه نکته ای رو عرض بکنم برام جالبه. الان من یه سوالی دارم همینجوری میبینم فرمودن که من ترازم 7900 هست با ماسک آزمون میدم. آره با ماسک آزمون من خود چه جالب اینو با ماسک آزمون میدم. ببینید خب این نکته مهمیه، یعنی دانش آموز با ماسک داره میشینه سر جلسه امتحان، اصلا خود همین تنفس کردنه خود همین چیزی بود چون بقیه بچه ها نمیبینن سوالو. سوالش این بود من ترازم 7900 میشه با ماسک آزمون میدم، حالا چرا کم میشه؟ سوال دقیقاً این بود دیگه دانش آموز. همین ببینید اصلا شرایط تنفسی این دانش آموز شرایط مناسبی نیست، درست شد؟ ما فرض رو اگر بر این بگیریم که این دانش آموز در آزمون سراسری هم باید با ماسک بنشینه، پس باید قدم قدم او عادت بکنه به اینی که آقا آزمون بده و با ماسک آزمون بده تا بتواند با تسلط بر تنفس خود شرایط بهتری پیدا بکنه. حالا الان که داره آزمون میده، من ولی توقع دارم رفت در جلسه آزمون یه تراز 12000 خوشگل بگیره بیاد بیرون، اما هرگز اینو لحاظ نمیکنم که آقا این نمیتونه نفس بکشه و اساسا همین تنفس محدودی که داره انجام میده روی کارش تاثیرگذار میشه. ببینید یعنی الان پس 7900 گرفتن این دانش آموز با این شرایطی که داره آزمون میده با شرایط ماسک که تولید گرما میکنه تمرکزش رو از بین میبره، ببینید با این شرایط داره 7900 میگیره. اصلا لازمه دهم یا یازدهم بیاد با این شرایط کنکور الان خودش رو نه باید. حالا همین رو میخواستم عرض بکنم، حالا همین رو میخوام بگم، وقتی دانش آموز دهم یا حالا ایشون نفرموده که مثلا دهم یا یازدهم یا دوازدهم، ولی وقتی دانش آموز دهم یا یازدهم هستم چه ضرورت داره من الان برای 2 سال یا 3 سال آینده ای که اساساً شرایط آزمون رو نمیدونم چگونه خواهد شد با این مشقت برم در آزمون حضوری به این صرف که آقا آزمون سراسری حضوری است و بعد خودم رو دچار این مشقت کنم؟ نه الان میتونم عرض به خدمت شما که پای سیستم بنشینم آنلاین با شرایط خیلی مناسبی آزمون بدم، نسبت به اطلاعات خودم نسبت به معلومات خودم مسلط بشم، اطلاعات پیدا کنم، آگاهی پیدا بکنم و اون چیزی که در حقیقت واقعیت هست رقم بزنم، طبیعتاً در زمان مناسب خودشم برای اون شرایط آزمون حضوری آماده خواهم شد. درود بر شما. اینم آخرین سوالی که می‌خواستم قربان از شما بپرسم همین بود. سوالات زیادی هست ولی سعی کردیم اونایی که ارتباط داشت به بحث اولیا و دوستان اولیا عزیز سوال کردن پاسخگو باشیم. آقای دکتر کلام آخر رو میشنیم از جناب علی قربان. من فکر میکنم آقای امیری این نکته ای که حالا به صلاح ارتباط مؤثر رو خواسته باشم خدمت اولیای محترم باز بهش برگردم، یعنی به سخن ابتدایی جلسمون برگردیم و به موضوع جلسمون برگردیم. ببینید عزیزان تمام این مطالبی که عرض کردم خدمتتون با این هدف بود که شما بتوانید نقش والدینی خودتون رو در خانواده خوب ایفا بکنید. به تعبیر خودمانی شما پدر باشید مادر باشید. وظیفه معلمی رو وظیفه آموزشی رو به معلم و مدیر و مدرسه و مؤسسه واگذار کنید و اتفاقا در این موارد اگر نکته ای دارید، اگر نگرانی دارید، اگر مطلبی دارید، تلاش بکنید که این موضوع آموزشی رو در تعامل با اونها در حقیقت مطرح بکنید. ببینید ورود مستقیم اولیا به مباحث آموزشی مانع ارتباط مؤثر بین خودشون و فرزندانشون خواهد شد. من کلام آخرم این هست که لطفاً 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 به رغم همه تخصصهایی که در مسائل آموزشی ممکنه داشته باشیم ولی صرفاً برای فرزندان خودمون فقط پدر و فقط مادر باشیم. برای همه توفیق و سلامتی. بزرگواری کردین آقای دکتر، مثل همیشه استفاده کردیم و مطمئنم که اولیا در منزل هم با توجه به حجم شرکت کننده هایی رو که هست مطمئنم اونا تا این لحظه همین که همراه ما بودن و این افتخار رو ما دادن که همراهشون باشیم ازشون سپاسگزارم و سپاس ویژه از شما جناب دکتر و ممنون از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اولیا محترم رو هم در کلام آخرم بازم ازتون سپاسگزاریم که در این راه همراه ما بودید. ما جلساتمون به طور منظم
و برنامه‌ریزی شده در مباحث مختلف ادامه دار خواهد بود. اولین برنامه بعد از این جلسه هم انشاءالله هفته آینده ویژه فرزندان شما بعد از ظهر چهارشنبه خواهد بود. لینک، یوزر، پسورد و اطلاعات تکمیلی از طریق نمایندگی ها به اطلاعاتون خواهد رسید. همراهتان هستیم، پس لطفا شما هم همراه ما باشید. با امید دیدار. یا علی مدد، خدا نگهدار. خدا نگهدار همگی باشید. سلام. همه ما میدونیم برای تسلط بر مفاهیم کتابای درسی تمرین لازمه، اما چطور باید تمرین بکنیم؟ با کتابای تست یا یه نرم افزار هوشمند؟ پاسخ ما به این سوال اینه که باید هوشمندانه تمرین بکنیم. حالا هوشمندانه یعنی چی؟